به نام خدا. سلام، به بخش دوم برنامه آخر خط از شبکه تلویزیونی نور خوش آمدید. امنیت و انتخابات دو مقوله‌ای که رابطه عجیبی با هم دارند. هر دو می توانند در صورتی که به بهترین شکل ممکن تامین شوند، آینده و سرنوشت سالهای بعد کشور را پر از امید رقم بزنند. اگر امنیت به خوبی تامین شود، می تواند تضمینی برای برگزاری یک انتخابات شفاف و سرتاسری باشد، و در صورتی که انتخابات نیز در کمال شفافیت به انجام برسد، می تواند روزنه امید باشد برای امنیت سرتاسری افغانستان در طول سالهای بعد از انتخابات. در برنامه امشب آخر خط با حضور آقایان غلام حسین ناصری عضو مجلس نمایندگان و نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت امور داخله به انتخابات میپردازیم و چالش به نام امنیت که فراراه آن قرار دارد. البته آقای ناصری در ادامه برنامه با ما میپیوندند. آقای دانش سلام، بسیار خوش آمدید. تشکر. سلام. آقای دانش، اوضاع امنیتی کشور همواره در فصل انتخابات دچار چالش‌های شدیدی میشه، در حالی که معمولاً زمستان‌ها فصل انجماد فعالیت مخالفین مسلح میباشه. چی میشه که انتخابات بقدر حساس میشه و امنیت چالش برانگیز؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و بیننده‌های خوب تلویزیون نور. موضوع انتخابات، اگر شما چند روز پیش یک اعلامیه که از طرف مخالفین مسلح دولت به او اشاره شده بر دست شما رسیده باشه و ای که در مورد از او شما گزارشی داشته باشین، اونا کوشش میکنن که روند انتخابات و موضوعات مرتبط به انتخابات یک اندازه تهدیدات متوجهش بسازن تا مردم نگران شوه بر برگزاری انتخابات، و این اعلامیه یا این گزارشی را که اونا نشر کردن البته در سطح بسیار پایین یک اندازه نگرانی را در بین مردم ایجاد کرد، اما اگر به قوت‌های امنیتی توجه داشته باشیم و به تدابیری که برای برگزاری انتخابات روی دست گرفته شده، هیچ گونه چالش امنیتی را ما نمی‌بینیم. در کل آمادگی‌های لازم برای برگزاری انتخابات گرفته شده. اینه، ما 100% آمادگی داریم و هیچ گونه تشویش هم نداریم. چی برنامه‌هایی باید برای تامین امنیت انتخابات سنجیده شود؟ وزارت امور داخله چی برنامه‌های روی دست گرفته تا کنون؟ ما بس 3 ماه به این طرف بالای موضوع انتخابات و تامین امنیت انتخابات کار میکنیم. از مراحل تخنیکیش به بخش پلان گذاریش رسیده و در مراحل پلان گذاری و مرحله تطبیقی برنامه آغاز شده. ما در کل تمام نقاط آسیب پذیر شناسایی کردیم، برای رفع بعضی چالش های اقدامات صورت گرفته. در بعضی نقاط که ما چالش های امنیتی را داریم و مشکلاتی که وجود دارد، در فرصتی که پیش روی داریم که بیشتر از 5 ماه به او هم رسیدگی صورت میگیره و انشاءالله که تا برگزاری انتخابات هیچ گونه نگرانی باقی نمیمانه. سپاس. بینندگان گرامی، آقای غلام حسین ناصری عضو مجلس نمایندگان نیز با ما پیوستن. آقای ناصری سلام، بسیار خوش آمدید. شما اشاره داشتین به کارهایی که و پلانهایی که وزارت امور داخله داشته. چند ماه پیش وزارت امور داخله گفته بود که امنیت 50% مراکز رایدهی به صورت یقینی نمیشه تضمین شود. من به این موافق نیستم و این وزارت داخله هم نگفته که حدود 50% نمیشه. ما حدود 250 مرکز رایدهی را گفتیم که از حدود 7000 مرکز رایدهی با چالش های امنیتی مواجه است. بعد از این خبر ما دستاوردهای بسیار خوب در لوگر داشتیم، مراکز ثبت نام در اوجه باز شد، در نورستان داشتیم که او باز شد. فقط در 4 ولسوالی ما چالش های بلند امنیتی را داریم که بالای از او هم کار داریم، و در بعضی نقاط دورتست افغانستان مشکلات وجود داره. ما نمیشه که از او چشم پوشی بکنیم، اما فرصت هم بسیار زیاد پیش روی ماست و امکانات هست، تمام تدابیر گرفته شده که او چالش ها برطرف شده. سپاس. آقای ناصری، چی شده که امنیت و انتخابات قدر با هم رابطه پیدا کردن و یکی میتونه تضمین کننده دیگری باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام و احترام خدمت شما و تمام همکارا در شبکه، همتون میمانی عزیز و کلی بینندگان محترم. ببین، موضوع امنیت که از زمینه برگزاری به عبارت دیگر و چیزی که میتونه تضمین بکنه پیش برد و تحقق و مدیریت و به اصطلاح عملیات سازی انتخابات توسط مسئولین محترم کمیسیون مستقل انتخابات در سرتاسر افغانستان در تمام حوزه های رای دهی و رای گیری، اون موضوع امنیت است. امنیت اگر نباشه یا باشه بسیار پرچالش باشه، یعنی
به هر پیمانه که زیریب امنیتی بالا بره، برگزاری انتخابات به طرف به اصطلاح اون درجه اعلای از موفقیت پیش میره. هر مقدار خدای نخواسته فاکتور و الیمنت امنیتی در افغانستان ضربه ببینه، آسیب ببینه، حوزه های ریدی در روز انتخابات دچار چالش امنیتی شود، به همو اندازه بسوه یا به همون پیمانه او وقت چی برگزاری برمند برگزاری انتخابات دچار مشکل میشه. این دوتا با هم دیگر پیوند ارتباط مستقیم داره. به عبارت دیگر امنیت که زمینه برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه و سر تا سری را به اصطلاح به وجود میاره. اگر امنیت خدا اینو خواسته در یک مرحله، در یک حوزه، در یک ولایت یا در بعضی قسمت هایی که بالاتر از 6000 حوزه ریدی وجود داره در بر اساس به اصطلاح ماری که کمیسیون مسئولین محترم کمیسیون انتخابات اعلان کرده در سرتاسر افغانستان، این با هم دیگر در کل این دو تا موضوع و هیچ وجه با هم دیگر به اصطلاح در منافات نیستن، بلکه با هم دیگر ارتباط کامل دارن. آقای ناصری، در طول سالهای گذشته دیده شده که فصل سرما همیشه فصلی بوده که خبری از جنگ و ناامنی اگه نبوده یا حداقل کمتر بوده، ولی در فصل‌های انتخاباتی دیده میشه که میزان ناامنی بالا میره. مسلمه، یعنی دشمنای ملت افغانستان، دشمنای نظام افغانستان، دشمنای دموکراسی در افغانستان، دشمنای به اصطلاح نظام سیاسی در افغانستان، همه و همه دست به دست هم دیگر میده تا بتونه به اصطلاح زمینه‌های امنیتی را بر هم بزنه و چالش‌های بسیار بزرگ و کوچک در سرتاسر افغانستان در مقابل برگزار کننده‌های انتخابات و حوزه‌های ریدی ایجاد بکنه. روی از این جهت است که بالفعل همینطوری که از تمام به اصطلاح عوامل ضد امنیت در افغانستان دست به دست هم دیگر داده و سرمایه گذاری کرده از جاهای مختلف با فاکتورهای مختلف و مکانهای مختلف و با وسایل به اصطلاح مهم تبلیغاتی و فیزیکی و همینطوری تسلیحاتی و انفجارات و امثال ذالک داره این مایه پروسه ملی را تهدید میکنه. روی از این جهت است که اینا سرمایه گذاری کرده و همیشه ما و شما دیدیم که پیامی که ملا عمر داد نسبت به طرفدارای خود و از اونا خواستن که شما در تمام در هر جایی که حضور دارین اول از لحاظ فکری و ایده و اعتقاد مردم را به اصطلاح یک آگاهی عام بدین برخلاف روند انتخابات و مردم را تشویق بکنین که به پای صندوق های رای نروه و در انتخابات شرکت نکنه و در این پروسه ملی به حضور به هم نرسانه و از طرف دیگه تهدیدات امنیتی نظامی را به اصطلاح این پشت سرشان اینو تشدید میکنه. اما این که آیا چی مقدار موفق میشه چی مقدار موفق نمیشه، او بستگی به این داره که به اصطلاح سکتورهای محترم امنیتی افغانستان اونا مسئولیت دارن که واقعا کارهای خود را هماهنگ بکنه و زمینه 100% برای تامین کارها و به اصطلاح عملیات ساختن موضوع انتخابات توسط مسئولین محترم کمیسیون انتخابات اونا هماهنگی لازمی رو و به این جریان دیگر که عبارت از مدیران اجرایی انتخابات و برگزار کننده و نظارت کننده روند انتخابات در افغانستان باشه به اینا به پیمانه های وسیع باید اطمینان خاطر بده. سپاس آقای دانش. خب به هر حال طالبان هشدار دادن در مورد روند انتخابات و ملا عمر خواسته از طرفداران خودش که به مقابله با روند انتخابات بپردازند. در این مورد دو سوال مطرح است که اولا که چقدر این هشدارها میتونه حساسیت برانگیز باشه در میان عامه مردم افغانستان و چقدر مایه نگرانی؟ خب مردم افغانستان بارها هم چه هشدارها را دیدن و شنیدن اصلا تاثیر نداره بالای روحی مردم. مردم مصمم هستند برای برگزاری انتخابات. ما به جز از انتخابات گزینه دیگه نداریم. در کل تمام مردم افغانستان میخوان که ما بریم به طرف انتخابات. همچون موارد و تهدیدات جایی رو نمیگیره. در پهلوی از اون نیروهای امنیتی شما به مو قوت خود حال رسیدن. در انتخابات گذشته ما 90000 نیروی امنیتی داشتیم، امروز شما به 400000 نیرویتان رسیده و باور مردم نسبت به نیروهای امنیتی بیشتر شده، اعتماد مردم بیشتر شده و مردم علاقه دارند که برن به طرف انتخابات. گرفتن بیش از 2.5 میلیون، یعنی 2.500000 کارت رای دهی در این فرصتی که بسیار اندک است، این نشان دهنده از است که مردم با بسیار تصمیم قاطع و با یک اراده بالا آماده هستند که برن بر انتخابات. ما هم تعهد کردیم برای تامین امنیت آخرین تلاش ما را میکنیم، اما یک چیز باید فراموش نکنیم، چالش وجود داره، مشکلات هست، تهدید وجود داره، اما مردم هم تصمیمشان بسیار قاطع است. و سوال دوم در این رابطه، خب به هر حال طالبان فعالیت های خود انجام میتن،
و سعی میکنن که روند انتخابات دچار اخلال کنن. وزارت امور داخله و سایر نهادهای امنیتی چه مکانیزم هایی دارن برای مقابله با این تحرکات مخالفین؟ در کل ما پلان امنیتی را ساختیم، من میخوایم به جزئیاتش بریم. در تمام نقاط آسیب پذیر ما تجدید نظر کردیم، بالای نیروهای کشفی و استخباراتی ما بسیار کار کردیم که اونا چطور بتانن بعضی مواردی که پیش میاد در جریان انتخابات را پیش از پیش جلوگیری بکنن، شناسایی بکنن. ما هنوز هم بسیار فرصت کافی در اختیار ماست، این 5 ماه دیگه هم پیش روی ماست، رسیدگی به تمام مشکلات صورت میگیره. دیروز وزارت امور داخلی یک کمیسیون امنیتی را ایجاد کرد. این کمیسیون مکلفیت داره که با اندکترین چالش امنیتی رسیدگی بکنه و دورترین نقطه افغانستان وقتی که موردی را کمیسیون محترم انتخابات در مورد امنیت اشاره میکنه به او برسه. این کمیسیون هفته یک بار دوامدار با کمیسیون انتخابات جلسه می داشته باشه، به شکل استثنایی هم اگر ضرورت باشه جلسات برگزار میشه. این کمیسیون یک از نظر تشکیلاتی 11 نفر عضو داره که پلیس است و نیروهای امنیت ملی افغانستان، در اساس رئیس عمومی امور پلیس وزارت امور داخله است. آخرین تلاش ما را میکنیم که در اون نقاطی که آسیب پذیر است و در اون نقاطی که مردم نگرانی داره به او برسیم. سپاس. آقای ناصری، آقای دانش اشاره داشتن به این مسئله که باورمندی مردم به پلیس بالا رفته. چه فکر میکنین آیا واقعا باورمندی در میان مردم ایجاد شده؟ بدون تردید خب سکتورهای مسئولین محترم سکتورهای امنیتی در کل در تمام این مراحل از ابتدا تا به امروز بعد از ارتباط بون و دورانهای انتقالی و کتاب به امروز قرار گرفته، بدون تردید اینا شهادت کردن، فداکاری کردن، جانهای شهیدشان از دست دادن، خدا شهدایشان را غرق دریای رحمت بکنه و باقی مانده را از تمام حوادث حفظ کنه. ما ایمان داریم و باور داریم به تمام به اصلاح اون چی که از طرف اینا بازیم. فقط چیزی که مشکلی که است و عبارت عزیز که دو تا موضوع هست. یک گاه پرادوکس های به اصلاح ایدیایی گفته میشه از طرف حکومت محترم. به عنوان مثال شما در جریان هستیم، قبل از اینکه جناب آقای پتنگ به عنوان وزیر داخله ناموفق پیش از اینکه به اصطلاح سلب صلاحیت شود برای مردم اطمینان میدادن و میگفتن که امنیت در سرتاسر افغانستان در رابطه با پروسه انتخابات صحبت میکرد، ما هیچ مشکلی نداریم. بعد از اینکه رد صلاحیت شد، متاسفانه یک بیانیه در جلسه شورای امنیت به عنوان کرد که بسیار تکان دهنده بود و خیلی به اصطلاح باورها و ذهنیت های مردم تغییر داد. چرا مردم امروز بالاخره تمام هم چشمش به پرده تلویزیون و میدیا رو میبینه و همینطوری گوششون به اصطلاح به رادیوها و تلویزیون است و اینا کاملا قضایا و تمام به اصطلاح روانهایی که در افغانستان شکل میگیره و صورت میگیره و حوادث را دنبال میکنه، از جمله موضوع انتخابات بسیار حساسه برای ملت افغانستان. همونطوری که جناب آقای دانش اشاره کردن، واقعیت قضیه است. ما باشیم قانون اساسی، انتقال سیاسی قدرت فقط یک آپشن در پیش رو داره و عبارت از برگزاری انتخابات است. بنابراین بالاخره باید اضافه بکنم که به دو صورت خدای نخواست افغانستان به طرف بحران میره. یک، انتخابات اگر بالاخره برگزار شد اما با جل و تقلب مثل دوره قبلی در سال 1388، مسلمه بالاخره کسانی که هستن نتیجه انتخابات قبول نخواهد کرد، باز افغانستان به طرف بحران میره. و گذشته از خدا نکنه که یک وقتی حکومت بیای بالاخره پشت پرده چنانچه بعد به گاه گاهی به اصطلاح در محافل سیاسی و آگاهان سیاسی امور در این زمینه اظهار نظر میکنن، این ربط به مسئولین محترم کمیسیون انتخابات نداره، به حکومت داره و اونا به اصطلاح زیاد مطمئن نیستن. میگن خب همینطوری به خاطر به اصطلاح جهت دادن افکار عموم به یک سمت سوی حکومت پشت سر بالاخره قضیه کارهای دیگر میکنه و میخواهه که شما دیدیم حرکت های بسیار بیجا در هرات، در کابل، در چند جای در قندهار تشکیلات به اصطلاح به وجود آمد، ساختارهای به وجود آمد، نشست های به اصطلاح جلسات میتینگ های صورت گرفت. همه ایشون شعار میدانند که این مصلحت نیست تا سال 2018 و هم سال ذلك یا یک سال یا دو سال به تاخیر بفته. اگر خدای نخواسته انتخابات برگزار بشه، اون مسلمه که بازم افغانستان به شکل دریک و مستقیم میشه به طرف یک بحران میره. روی از این جهت است که مردم باور دارن، اما عمل کرده
مدیران اجرایی سکتورهای امنیت و در رأس خود حکومت یعنی سیاستمدارا، نه وزیر دفاع، نه وزیر داخله، نه کسان دیگر، نه رئیس محترم امنیت ملی، نه مسئولین محترم کمیسیون انتخابات، نه بالاخره تابع دستورات هستند. اینا گاگای بالاخره از بلکه از ارگ ریاست محترم جمهوری افغانستان گاگای حرفهایی گفته میشه که واقعا برخلاف مصالح اولیای کشور است و این ذهنیت عامه را مردم آمادگی میگیره برای اینکه بالاخره به امیر حمالی ما شما که در جریان هستیم با تمام نواقصی که وجود داره در ولایت ها در ولسوالی ها متاسفانه کارت های توزیع ریدی نرسیده، مثلا در بیسود و همینطوری در جاغوری دایکندی شما در جریان هستیم، بالاخره در قسمت های عمده از بدخشان شمال کشور و خب با تمام این نواقص مردم علاقه مندن که با پای صندوق های انتخابات بره و رأی خود به اصطلاح استعمال بکنه و بتانه سیاستمدارا و رهبری آینده کشور و زعیم از کشور ملت با رأی خود اینا تعیین بکنن. اما این اظهارات متناقض گاهی که از مقامات های محترم بلندپایه حکومتی افغانستان اظهار نظر که میشه، این کاملا همو به اصطلاح آمادگی ذهنی و عمومی رو که مردم آمادگی داره خوره خشدار میکنه. یک بیانیه ضعیف در این قسمت کار یک ماهی کمیسیون محترم انتخابات را تخریش میکنه و خراب میکنه. روی از جهت است که به من میخوایم اینطور عرض بکنم خدمت شما که من ایمان دارم با عنوان یک فرد افغانستان، با عنوان شهروند افغانستان به نیروهای امنیتی، اما دو تا مشکل، یک مشکل مشکلی سیاسی است که متاسفانه تازه اون تانز حکومت نتانست صداقت مندی خود در جریان در این جریان ثابت بکنه. موضوع دیگری است که بعضی عوامل و بعضی به اصطلاح تجهیزات ضرورت داره نیروهای امنیتی محترم افغانستان که اونا رو فاقدش هستن. اما در بخش اول یکی میگم به اصطلاح صداقت مندی نداره و شما ببین بر مبنای ماده نهم قانون، همین قانون جدیدی که به اصطلاح به عنوان قانون انتخابات اونجا دقیقاً اشاره میکنه، میگه هیچ فرد حقیقی و یا حکمی حق ندارد در روند انتخابات و در پروسه انتخابات مداخله کنه. بنابراین شما دیدین که در این اواخر بعد از آنی که ثبت نام های کاندیداتورهای محترم ریاست جمهوری آینده، احتمالی ریاست جمهوری آینده ثبت نام کردن و بعد کمیسیون مستقل انتخابات بر اساس وظیفه‌ای که داشتن تعداد حدود 16 به اصطلاح تیکت انتخاباتی را یا کمتر یا اضافه تر از این خارج کردن به خاطر از اینکه بالاخره مدارشان تکمیل نمودن و اینا حق داشت. ما و شما دیدیم مجددن در همین دو سه روز پیش است رئیس جمهور محترم افغانستان مداخله میکنه، یک مکتوب را میفرسته برای کمیسیون مستقل انتخابات و از مسئولین محترم میخواهد که شما یک بار دیگر بالاخره یک ریویو بکنین، یعنی به اصطلاح یک مرور مجدد بکنین، در صورتی که از اون طرف رئیس جمهور محترم افغانستان فرمان میده یکی پس از دیگری شعار بده و مردم آماده میکنه، نهادهای حکومتی رو میگه شما حق مداخله نه. این آشکاراترین مداخله حکومت و در بلند پایترین به اصطلاح کادر حکومتی است متاسفانه در مسئله انتخابات و در روند انتخابات که واقعا جای نگرانی است. سپاس بینندگان گرامی، پس از این وقفه کوتاه باز میگردیم. سلام دوباره به ادامه برنامه خوش آمدید. آقای دانش، شما از ایجاد یک کمیسیون در شبکات وزارت امور داخله سخن گفتین. چه ضرورت ایجاد احساس میشد به ایجاد کمیسیون؟ این کمیسیون میتونه بیشترین تسهیلات و بهترین تسهیلات برای گفتگو و گفتشنود بین کمیسیون و بین وزارت امور داخله ایجاد بکنه. این کمیسیون میتونه به بسیار سادگی و بسیار آسانی بر موضوعاتی را که کمیسیون انتخابات اعتراض میکنه یا ای که درخواست میکنه رسیدگی بکنه. شما بارها شنیدین که کمیسیون انتخابات شکایت کرده که در اینجا امنیت نیست، در اینجا این نیست و نیست، اما ما نیاز داشتیم یک تیم کاری را که با اینا بیشتر نزدیک باشن، بیشتر نزدیک کار بکنن، تفاهم داشته باشن و این کمیسیون نسبت به تمام کارایش اولویت میده این کار انتخاباته که وقتی که مواردی را کمیسیون محترم انتخابات به اشاره میکنه به صورت جدی پیگیری بکنه، نظارت بکنه و اجرا بکنه و به این دلیلی کمیسیون ایجاد کردیم و این کمیسیون کار خود آغاز کرده. آقای ناصری، شما چه فکر میکنه ایجاد این کمیسیون ها میتونه تاثیرگذار باشه در بهبود روند برگزاری انتخابات؟ من معتقدم بسیار مهم است. چرا؟ به خاطر از اینکه به اصطلاح مسئولین محترم سکتورهای امنیتی باید گزارش های حداقلش اگر روزمره نمیتونه به مسئولین محترم کمیسیون انتخابات شرکت بسازه و برای اطمینان بده و
در جاهایی که نواقص وجود داره به اینا شفاف ده اینا رو در جریان بذاره، بلکه حداقلش هفتوار باید اینا رو در جریان اوضاع امنیتی سرتاسر افغانستان و به عبارت دیگر اون بخشی از افغانستان که به اصطلاح مشخص برای کمیسیون محترمی مسئولین محترم کمیسیون انتخابات که اونجا به اصطلاح صندوق رأی مانده میشه، اونا رو باید روزمره به شکل شفاف بسیار صادقانه در اختیار از اینا بگذاره که تا اینا بتونه آجندای کاری خود را مطابق اون از اون برنامه به اصطلاح پیاده بکنه که اگر خدای نخواسته دچار یک مشکل و یک چالش جدی بشه، چالش جدی اینا در آینده روبرو شوه و یه احتمالش اگر میره اینا بتونه دست و پا بکنه، چنانچه ما و شما در روزهای اخیر اینجا شاهد قضیه بودیم که نیروهای ناتو هم اعلان کردند که در صورتی که به اصطلاح اگر موضوع فضای امنیتی از لحاظ تهدیدات امنیتی تهدید شد و مسئله پروسه انتخابات، ما اگر حکومت افغانستان از ما تقاضای همکاری بکنه ما آمادگی همکاری را جهت برقراری نظم، ثبات، امنیت و همینطوری حفاظت صندوق‌های رأی در روند انتخابات کمک میکنیم با به اصطلاح تمامی سکتورهای محترم امنیتی خود افغانستان. مسئله بسیار مهم است به این دلیل که اگر اینا با همدیگر یک کمیسیون مشترک نداشته باشه، اطلاع رسانی نداشته باشه، وقت چه رقم میتونه اینا آجندا بسازه؟ برای کدام حوزه میتونه به اصطلاح مطمئن شه و برای کدام حوزه اطلاع پیدا بکنه که اونجا ضریب امنیتی بالاست یا پایین است؟ این است که بسیار مسئله مهمه و یک چیز یک کار بسیار مثبت، یک حرکت بسیار مثبت و یک چیز ضروری است که باید ایراد داشته باشه. یک سوال مربوط به همین مسئله است، حضور نیروهای خارجی در افغانستان. به نظر میرسد در انتخابات سال 2014 نیروهای خارجی تأثیر و نقش و سهم زیادی در تامین امنیت انتخابات نداشته باشند، با توجه به اینکه تمام مسئولیت‌های امنیتی انتقال یافته به خود نیروهای افغانستان. چی فکر می‌کنین اگر حکومت تقاضا نکنه از نیروهای ناتو، خود نبود نیروهای ناتو میتونه باعث ایجاد یک خلای امنیتی شوه؟ قطعی است، یک چیز قطعی است. با تمامی به اصطلاح اطلاعاتی که داده میشه و مسئولین محترم امنیتی که اعلان میکنه، چه از ناحیه وزارت دفاع ملی چه از طرف وزارت محترم داخله و همینطوری امنیت ملی، ما بخوایم نخواهیم، ببین بالفعل هم که نیروهای ناتو هم اینجاست، تعدادی از سربازان آمریکایی هم اینجاست، بالاخره حالا چه مشکل در بین از اینا و بین به اصطلاح سران حکومتی ما در رده بالاها وجود داره که واقعا از اینا خوب استفاده نمیشه؟ او یک بحث است، اما همکاری اینا را بدون تردید در این روند و در برگزاری انتخابات و در روز انتخابات و قبل از انتخابات و بعد از انتخابات و یک روند بسیار طولانی است، یک روند پروسه ملی است که به اصطلاح چندین مرد در بر سر ذلك آغاز شده، اما اگر خدای نخواسته در اون مراکزی که دوستا رفتن همکارا رفتن به اصطلاح نیروها و مسئولین محترمی کمیسیون مستقل انتخابات در سر تا سر افغانستان کاردهای رای برای رایدیر برای مردم توزیع میکنه، اگر امنیت اونها تامین نشه آیا میتونه کسی واقعا بره در مراکز توزیع کارت مراجعه بکنه و کارت بگیره؟ و یکی از دلایلی که این دفعه ما و شما دیدیم تا به حالم که است در مقایسه با دوره ها و روند های قبلی او عبارت عزیز که به اصطلاح بخشی از خواهرها و طبقات اوناس در این قسمت زیاد علاقه نگرفت. دلیلش بالاخره دو تا عامل است، یک همو تناقض گویی هایی که از طرف سران محترم حکومت اعلان شده، دو فاکتورهای امنیتی واقعا او امنیت 100% که باید تضمین کرده نتونسته، لذاست که وقتی که در این روند توزیع کارت مردم علاقه نشان نمیده، وقت اگر کسی بالاخره در روزی برگزاری انتخابات واقعا گارانتی برایش وجود نداشته یا به مرحله یقین نرسیده باشه، او چطوری جرأت میکنه که از خانه خود برایه، چه زن چه مرد چه پیر چه جوان، بره در پای صندوق های رای حاضر شه و به خاطر رای دی شرکت. آقای دانش، در انتخابات گذشته برای تامین امنیت انتخابات یک سری کمربندهای امنیتی متشکل از نیروهای افغان و خارجی تشکیل می‌شد. اگر نیروهای ناتو نباشند، نیروهای خارجی در تامین امنیت انتخابات سهم نگیرند و حکومت افغانستان هم از ما درخواست کمک نکنه، مسئولین امنیتی نهادهای امنیتی چه برنامه‌ها و مکانیزمی دارند برای پر کردن از این خلا؟ ببینید، ما در انتخابات گذشته بیشتر اشاره کردم که 90,000 نیروی امنیتی شما داشتین که برای برگزاری انتخابات موظف شده بودن. امروز تنها 157,000 شما پلیس دارید بدون پلیس محلیتون. شما بین این رقم حدود 200,000 بالاتر از 200,000 ارتش ملی افغانستان است و در پهلویش نیروهای امنیتی ملی. فکر ما این است که انتخابات یک روند ملی است و باید این مسئولیت ما خود ما بگیریم که ایره تامین امنیت، اما اگر در بخش حمایوی نیاز باشه برای انتقال تجهیزات، موارد یا مواد انتخاباتی نتونه
نیروهای هوایی ما به او رسیدگی بکنه، نیاز است که از قوتهای خارجی از بخش هواییش استفاده بکنه. اما در کل این نیروها را وقتی که ما تقسیم بندی کردیم، اینه شما اشاره کردین به کمربندهای امنیتی، به قدر کافی نیرو وجود داره، اینه نیاز نیست که اینا را دخیل بسازیم در روند انتخابات و پیش از وقت هم است که ما ببینیم که با چی گونه چالش های امنیتی ما مواجه میشیم، چقدر توانمندی نیاز است که آدم بس این نیروها از نیروهای امنیتی خارجی کمک بخواین. اما در کل فکر ما این است که ما روند انتخابات و برگزاری انتخابات توسط نیروهای امنیتی خود افغانستان تأمین بکنیم. اگه فرض بری بگیریم که اوضاع و احوال امنیتی همونطوری که اکنون از جریان پیدا کنه و تا انتخابات هم به همین شکل و سیاق پیش بره، چی فکر میکنین خود حضور عدم حضور نیروهای خارجی میتونه به عنوان خلا مطرح باشه؟ امروز حدود 70,000 نیروی خارجی افغانستان ترک کردن، جاگزین شدن نیروهای افغانستان است. امروز بیش از 800 پاسگاه و ویزای خارجی ها خالی شده و در کل دینا نیروهای امنیتی شما مستقر شده. امروز در اروزگان بزرگترین بیز که در او مستقر بود، پیارتی مربوط کشور استرالیا و هالند، تخلیه شد و به نیروهای افغانستان واگذار شد. اینا را وقتی که ما اینی رقم میبینیم که 70,000ش افغانستان ترک کرده، تا برگزاری انتخابات تعداد رقم دیگه هم که اگر افغانستان ترک بکنه تأثیر بالای برنامه های امنیتی انتخابات نداره. لحاظا ما پیش بینی کردیم و پلان امنیتی ما را وقتی که ساختیم کلی این گزینه ها را در نظر گرفتیم و در مطابقت با این پلان ما که ما پیش بریم هیچ گونه چالش نمی بینیم. ولی در طرف مقابل دیده میشه که فعالیت های طالبان هم گسترش پیدا کرده، حتی به نقاط شمال کشور سرایت یافته. خب در این شک نیست که طالبان تلاش میکنند که این روند مختل بکنن، ناامنی را ایجاد بکنن و نمیشه که از اون آدم چشم پوشی بکنه. اما حرکت و یا تحرکات نیروهای امنیتی تونم میبینید که در بدخشان وقتی که آغاز شد به چه شدت دوباره عکس العمل نشان دادن، در نورستان وقتی که شما دیدین در وایگل با چه سرعت عکس العمل نشان دادن، در عرض در لوگر شما دیدین که عکس العمل چقدر جدی بود. فرصت هایی را که داریم ما هم تلاش میکنیم که اجازه ندیم مخالفین مسلح دولت که این روند مختل بکنن. و اما جنگ است، پیش بینی نمیشه، در 5 ماه شاید بسیاری موارد تغییر بکنه و مطابق از او همی برنامه های امنیتی هم تغییر میکنه که پیش از وقت است و پیش داوری است که در او صحبت بکنیم. آقای ناصری، برای تامین امنیت انتخابات چی باید کرد؟ این خود مربوط به مسئولین محترم سکتوری امنیتی است. چیزی که بسیار مهم و عبارت عزیز که باید تدابیر شدید تشبه، بخاطر از این که اگر خدای نخواسته سهلنگ و کوچکترین سهلنگاری در این زمینه اتفاق بیفته و این روند خراب شود، من قبلا برای شما کاملا توضیح دادم که نتیجه و پیامی از او و پیامد از او بسیار تلخ خواهد بود و عبارت عزیز که یک مرتبه دیگر افغانستان به طرف هرج و مرج بود که او خواست دشمنای ملت افغانستان و برای تحقق اونمون نتیجه شوم نامیمون دشمنای افغانستان و مردم افغانستان در کشورهای متعدد در مرزهای متعدد افغانستان با تمام به اصطلاح تواتانهای و پتانسیالهای متعددی که در دسترسی از اونها قرار داره اونها سرمایه گذاری کرده. ریزی جهت است که اینا باید تدابیر اساسی بشه. وقت اینمی تدابیر اساسی مستلزم عزیزی هیچ ربطی به موضوع سیاسی نداره. فرضاً ما در آستانه انتقال قدرت سیاسی هستیم و همینطوری در آستانه انتقال امنیت افغانستان میخواییم بومی بسازیم و موضوع انتخابات یک آزمایشه، یک امتحانه، یک به اصطلاح بسیار عرصه جدید و امیدوار کننده است که اگر خدای نخواسته خدشه وار شود. و در این قسمت اگر بنا شد فرزن از نیروهای آمریکایی که تا او زمان چه مقدارش باقی میمانه و همینطور نیروهایی که به اصطلاح در چارچوب سازمان ناتو در افغانستان اینجا حضور داره یا بقیه کشورهایی که احیانا اینجا نیرو داشته باشن، از اینا اگر استمداد شود و کمک طلب شود، من معتقد هستم که چون یک پروسه این صرف همی استمداد و به اصطلاح کمک رسانی و همکاری از اینا، این باعث خشد در روند انتخابات نمیشه. به عبارت دیگر
او دو نفره که در کمیسیون شکایات انتخاباتی که ولسی جرگه افغانستان به عنوان عضو موقت و ناظر بر پروسه انتخابات از جامعه جهانی او را به اسلامی گنجان که حکومت محترم و جناب آقای رئیس جمهور محترم افغانستان با کمال تاسف از طرف تعدادی از وکلای محترم مشران جرگه که حکومتی هستند که پای خود بند کرد کفری و حاکمیت ملی ما ضربه میزنه. بالاخره ما نباید نیروهای خارجی را اجازه بدیم، اما در این قسمت که مشکل نیست، چون موضوع وظیفه یعنی تامین امنیت سردست وظیفه حکومت تا در تحقق این شرایط بتوانه مسئولین محترم کمیسیون انتخابات به وظیفه خود به شکل شفاف و بدون دغدغه خاطر رسیدگی بکنه و به اصطلاح کار خود و وظیفه و مکلفیت ملی که به اینا سپرده شده اینا انجام میده. روی از این جهت است که اگر امنیت برگزار نشه و واقعا تحقق پیدا نکنه، او وقت در او شرایط دیگر کمیسیون انتخابات کنه مکلفیت نداره. چرا؟ کمیسیون انتخابات مکلفیتش اینه نیست که باید از آرای جعلی جلوگیری بکنه. کمیسیون انتخابات وظیفه‌اش اینه نیست که در روز انتخابات برای کسانی که در انتخابات شرکت میکنه واجدین شرایط ریدی در سرتاسر افغانستان برای از اینا واقعا اون برگ‌های ریدی رو باید مکمل برسانه، مثل از این دور قبلی نشه. متاسفانه که یک تعداد ولسوالی‌ها رو آوردن واقعا یک برخورد سیاسی کردن، در بعضی حوزه های ریگری فقط تقسیم کرده بودن 600 دانه فرزند ورقه را فرستاده بودن، در صورتی که اونجا هزاران نفر دیگر همونطوری ماندن متاسفانه بدون از اینکه از رای خود و از حق مدنی خود استفاده بکنه. در نقاط مختلف افغانستان در سر تا سر از آرجاد همینطوری بوده، در طرف بدخشان همینطوری بوده، در قسمت های از جنوب همینطوری بوده. متاسفانه این است که اینا باید این کار بکنه، اما تأمین امنیت بر دوش و بر عهده حکومت محترم افغانستان است. رئیس جمهوری محترم افغانستان خوب چاره اندیشه دقیق بکنه، از سفرهای خارجی خود در این مقطع حساس بسیار تاریخی واقعا اجلوگیری بکنه، از این رفت و آمدهایی که به کشورهای متعدد میره گرچه حق داره بره، اما فعلا زمان برای به اصطلاح برگزار انتخابات همونطوری که جناب آقای دانش اشاره کرد 3-4 ماه دیگه 5 ماه دیگه ما داریم. اگر از این جهت ما محاسبه بکنیم یک زمان بسیار طولانی است، اما فرض مسئله اینه که زمستان در پیش روی است، افغانستان مناطق سرسیر زیاد داره، پس بنابراین اگر اینا قسمت عمده از تدارکات خود بالاخره البته تا نتونه تا اولین نوروز انتقال بدن در اون زمان خود نمیشه که در ظرف 15 روز دیگر اینا بتونه کجا بدخشان میتونه اینا اکمالات بکنه، هزار بایستا دایکندی رو میتونه، بامیان میتونه، همین بیسودی که فرزند در 45 متری فاصله کابل قرار داره همینا رو میتونه نمیتونه. روی از این جهت است که این سرازال باید یک چاره اندیشی دقیق صورت بگیره و واقعا باید در خود ملی حکومت محترم زمینه را بسازه تا مسئولین محترم انتخابات بتونه که با وظایف جدی و مکلفیت هایی که به اینا سپرده شده به شکل مستقلانه باید عمل بکنه. آقای ناظری، یک سوال دیگه است که نیروهای افغان در طول از این چند سالی که روند انتقال مسئولیت های امنیتی به اونا آغاز شدن توانایی ها و رشادت های خود نشان دادن و ثابت کردن که میتونن مسئولیت ها را به اون شکل کامل و تمام و کمال به عهده بگیرن و امنیت افغانستان را تامین کنند، ولی در مقابل طالبان که تهدید میکنن بر اخلال روند انتخابات، این توانایی اصلا در وجود طالبان دیده میشه؟ خب طالبان این قدرت توانایی را نداره که ولایت های افغانستان که پس از دیگری تسخیر بکنه. جنگ نشان داده با تمام اینم تمام زور و توانایی که تا به حال داشته این رقمی نیست که اینا توانایی داشت از توانایی خود استفاده نکردن. از هر جهتی که می توانستن به اصطلاح تخریش بکنن روند صلح و امنیت و ثبات در افغانستان ضربه بزنن این کارهای خود کرده، هیچ وقتی هم دریغ نکردن. در این حال اونایی که پشتیبانای طالبان هستن، اونایی که بسیار چون جنگ در افغانستان جنگ نیابتی و استخباراتی است و بسیار مسئله مهمه، این دوره چون بناست که به اصطلاح قدرت سیاسی از یک حکومت، از یک فرد یا از یک تیم به تیم دیگر منتقل شود، تمام کشورهایی که در امورات داخلی افغانستان مداخله کرده و به اصطلاح جغرافی های از اینا به عنوان پناهگاه و سنگرهای تعداد گذاری شده و تعیین شده برای عوامل ضد امنیت در افغانستان اونجا تعداد گذاری شده، اینا کمک میکنه، اینا رو نادیده نباید گرفتن. به خاطر اینکه باز هم نمیشه که ما بگیم هیچ کار کردن نمیتونه. چرا؟ به خاطر اینکه
ما و شما در جریان نیستیم. ممکن ایره احتمال بدیم که یک بخش عمده از نیروهای خود و پتانسیالی که بالاخره عواملی که اونا در دسترس دارن و امکاناتی که در دسترس از اونا هستن، همو باداران از اونا در اختیار از اونا در اون زمان قرار بده که خدای نخواسته باز پروسه انتخابات با چالش رو بره. سپاس. بینندگان گرامی، پس از این وقفه کوتاه باز خواهیم گشت. سلام دوباره به ادامه برنامه خوش آمدید. آقای دانش، اخیراً یک مقام ارشد آمریکایی در حاشیه نشست وزرای دفاع ناتو در بروکسل هشدار داده به اخلال روند انتخابات از سوی طالبان. خود از اظهارات های مداخله در امور داخلی افغانستان نمیشه تلقی نمیشه؟ خب او دیده خدا زوز، اما مردم افغانستان دیگه حالا به مو نبوغ سیاسی رسیدین، خوب بعدشون بسیار زود درک میکنن و فقط همه امیدواری بی دارن که بریم به طرف یک انتخابات شفاف و دور از ناامنی. و اظهارات میشه، صحبت و نظریات مختلف تا برگزاری انتخابات صورت میگیره، اما این به این معنا نیست که بتونه این روند انتخابات رو به چالش بکشونه. من نمیخوام سر صحبت از او تبصره بکنم و اونجا داره که کمیسیون انتخابات در این مورد نظر خود بده، اما هرگاه مواردی داشته باشن که در مورد امنیت اظهار نظر بکنن باز ما میشه که صحبت های در مورد داشته باشیم. در کل آنچه که برمیگردد به امنیت انتخابات ما آمادگی داریم و همچون موارد و همچون گفته ها نمیتونه همو تصامیم ما را و همو اراده ما را متزلل بسازه. این تصمیم ما جدی است و قاطع هستیم در این امر. آقای ناصری، نظر شما چیست در رابطه با اظهارات، با چنین اظهاراتی که از سوی مقامات خارجی اظهار میشه؟ من معتقدم، من میخواهم از یک دیدگاه دیگه این موضوع را تجزیه و تحلیل بکنم خدمت شما. او عبارتی عزیز، شما میبینید که بالفعل بعد از اینکه به اصطلاح سناتور چی وزیر خارجه کنونی ایالات متحده آمریکا و همین سناتور جان کری که قبلا سناتور بود وارد افغانستان شد و بسیار یک مذاکره طولانی و شدید را با رئیس جمهور محترم افغانستان داشتن به خاطر امضای پیمان امنیتی، من یه پیش بینی میکنم. من معتقد هستم که اظهارات از اونا به عنوان یک نقطه فشار علیه حکومت به اصطلاح افغانستان باشه که تا از راه های مختلف اینا میخواه حکومت تحت فشار قرار بده تا زمینه به امضای پیمان امنیتی با همون شرایطی که آمریکا میخواه به امضا برسه و زودتر هم به امضا برسه. چرا؟ به خاطر از اینکه قبلا در متن پیمان استراتژیک بین حکومت افغانستان و آمریکا یا به امضا رسید یک ماده اونجا بود که تا آخری ماه به اصطلاح اکتبر کنونی که شاید سپری شده باشه بعد از مدتی گذشت یک سال عقد قرارداد پیمان امنیتی بین هر دو تا حکومت باید به امضا برسه که به تاخیر افتاده. فعلا اونا به اصطلاح با فشار داره که هر چیز زودتر اینو امضا بکنه. این من معتقد هستم که این کاری است که یکی از اون نقطه فشارهایی است که بر حکومت وارد میکنه. و از طرف دیگر بدون تردید اونا ممکن دسترسی داشته باشه به یک سری اطلاعاتی که حکومت افغانستان نداشته باشه، چون اونا از این جهت دستشان بازه اطلاعات داشته باشه و بعضی سرویس های اطلاعاتی از اینا که مثلا در قلمرو و پاکستان و جاهای دیگه در بین طالبا شاید رسوخ کرده باشه و نفوذ کرده باشه، قطعا نفوذ دارن به خاطر ذیک پیدا کردن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده. کار ساده نبود و الا پاکستانیا او را به اصطلاح برده بود در زیر سقر در قرن به اصطلاح در زیر زمین پنهان کرده بود و مطمئن بود استخبارات آسای پاکستان که اینا پیدا نمید. وقتی او را پیدا کرده مسلم آمریکا یک سری اطلاعات خود داره و در این قسمت و ممکن بالاخره قضاوتشان قضاوتی آگاهانه باشه و قضاوت به اسلام مطابق با واقع باشه و بعضی مسائل هایی که اونا در جریان هستن شاید حکومت افغانستان در جریان نباشه به این خاطر بیان کرده باشه. آقای دانش، ولی خود از این اظهارات تا چه اندازه میتونه دستمایه ای باشه برای طالبان مسلح که آقا بیاین روند انتخابات اخلال کنه؟ خب ما بیشتر اشاره کردم که تا برگزاری انتخابات حرف هایی که برمیگردن به موضوعات سیاسی زده خواهد شد، اما این نمیتونه که مخل امنیت باشه و در تصامیم میبینه که ما گرفتیم و مردم افغانستان گرفته کدام خلل ایجاد بکنه. در کل مردم افغانستان و ما و تمام نیروهای امنیتی امیدوار به این هستیم که میریم به طرف یک انتخابات شفاف، یک انتخابات به دور از دغدغه های جنگ
و آنچه که مردم نگرانی هم اکنون در موردش دارن. اما چنانچه که ناصری صاحب اشاره کردن، حرفای هر کس که هست در هر جایگاهی که کار میکنه میشه که برنامه های سیاسی داشته باشه، انگیزه های سیاسی داشته باشه که من میخوایم در اون مورد تبصره بکنم. اما هرگاه شهروندای افغانستان باز همچون موارد ابراز بکنن، بازی امو اضافه کردن آب در آسیاب دشمن است. شاید هم به گونه از این کسی هم که در این مورد صحبت کرده به غیر مستقیم یا مستقیم مواردی باشه. ولی وزارت امور داخله چی برنامه هایی داره برای از این که نگرانی های مردم کاهش پیدا کنه و اونا به طور کلی و اکثریتی در انتخابات آینده شرکت کنن؟ خب ما اینمی که امروز صحبت میکنیم، بحث میکنیم و مردم اطمینان میدیم، یکی از بخش هایش است. مردم باور پیدا کردن، مردم اعتمادشان نسبت به سالهای گذشته بالای نیروهای امنیتیشان بیشتر شده و این روند انتخابات یا برگزاری انتخابات یک روند ملی است و همگی خود شریک میدونن و اینا در پهلوی ازی که میرن و برگزاری انتخابات و اشتراک میکنن در انتخابات، بدون شک اینا علاقه دارن که در تامین امنیت انتخابات هم با نیروهای امنیتیشان همکاری بکنن و ما این بارها دیدیم و وقتی که با مردم صحبت هایی می داشته باشیم، به خصوص پلیس مردمی ما، می بینیم که علاقمندی مردم به شکل جدی است و اونا تعهد می کنند که در برگزاری انتخابات، در پهلوی ازی که در روند انتخابات اشتراک می کنند، در تامین امنیتشون کمک می کنند. خود کمک مردم به تامین روند انتخابات خیلی به هر حال تاثیرگذار میتونه باشه. وزارت امور داخله واقعا برنامه‌های جامعه روی دست گرفته که همین حمایت مردم را جلب کنه. بدون شک برنامه‌های گفته شنود ما با مردم داریم، نظریات مردم را میگیریم و از مردم توقع همکاری را داریم، بارهایی را تقاضا کردیم و همین ایجاد پلیس مردمی زمینه را مساعد ساخته یا طوری زمینه را مساعد میسازد که فاصله ها از هم برداشته شود، از بین برداشته شود و مردم بیشتر در تامین امنیت شریک ساخته شوند. آنچه که ما برنامه داریم را با مردم شریک میکنیم و از مردم هم توقع داریم که در جایی که خلاها وجود داره، مشکلات ما وجود داریم، با او باید با ما کمک بکنند. سپاس. آقای ناصری، مردم چی نقش میتونن داشته باشند در تامین امنیت انتخابات؟ مردم نقش اساسی را میتونه بازی کنه. چگونه؟ به خاطر اینکه هماهنگ شوند و هماهنگی اونا یک بک‌گراند پیش زمینه ضرورت داره. و عبارت عزیز که من میخوایم به او بپردازم، و عبارت عزیز همکاری مردم در صورت زمینه سازی میشه که مسئولین محترم کمیسیون انتخابات واقعا اونمطور که نامش مستقل هستن از استقلال خود و صلاحیت خود، اونمو صلاحیتی که در قانون اساسی تسجیل شده و اونمو صلاحیتی که باز مطابق با قانون اساسی، چه در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری، چه در رابطه با ولسی جرگه، چه در رابطه با شوراهای ولایتی و شوراهای ولسی و ولسوالی ها و شوراهای قریه و شاروالی که واقعا صلاحیت خود کار بده. به عبارت دیگر، یعنی جدا استقلالیت خود را تثبیت بکنه برای مردم تا مردم انگیزه داده شده که در یک پیمانه وسیع هماهنگ پشت سر تمام مسئولین محترم کمیسیون انتخابات باید حرکت کنه. در غیر از او ببین، اینمی مسئله بسیار مسئله مهم است، این باید جدی گرفت واقعا. اینمی اشکال وارد، اینمی یک انتقاد بزرگ وارد است. این باید از رئیس جمهور محترم افغانستان سوال کنه، میدیا سوال کنه، اهل خبره سوال بکنه، کمیسیون محترم مستقل انتخابات هم اجازه ندهند که رئیس جمهور محترم افغانستان از این طرف یکی پس از دیگری فرمان میده به خاطر از اینکه بتونه به افکار عمومی رو به یک سمت سوی واقعا رهبری بکنه و یک زمینه رو به وجود بیاره که واقعا این حکومت دیگه در امورات انتخاباتی دخالت نمیکنه. و از طرف دیگه وقتی که تصمیم گرفته تمام به اصطلاح ماده 156 قانون اساسی میگه برای اداره و نظارت انتخابات کمیسیون مستقل انتخابات به وجود می آید. این صلاحیتی که کمیسیون انتخابات داره بر مبنای اون زمان قانون اساسی است. از طرف دیگر کمیسیون مستقل انتخابات ها. شما ببینید اینا به اندازه مستقل که حتی گاگای با عنوان نظرخواهی میتونه ولسی جرگه مسئولین محترمه بخواید، اما در بودجه خود اینا تابع حکومت نیستن.
بودجه خود را مستقیم میگیرند. متوجه شدین؟ خب وقتی که کسی که مثلا در نحوه ایجاد بودجه خود و مصرف کردن بودجه خود مستقله، یعنی می استقلالیت و یعنی حیثیت و یعنی اتوریتر قانون اساسی و قانون حقوق و اصلاح به کمیسیون محترم مستقل انتخابات داده، اگر بنا شود خدای نخواسته چنانچه وانا مداخله شروع شده، نامه رای کرده جناب رئیس صاحب جمهور به خاطر شکایات یک تعداد، چنانچه در روند برگزاری انتخابات ولیس جرگه متاسفانه ما و شما دیدیم. واقعا ولیس جرگه را زد، بالاخره کارش بسیار خراب کرد. مداخله ریاست جمهوری محترم افغانستان، فقط شخصیشان مداخله کردند. هر روز هر کسی میرفت از یک گوشه مشوره میدادند، بعد تصمیم میگرفتند، بعد فیصله میکردند. کار ما و شما رو دیدیم، 6 ماه اعضای محترم کنونی ولیسی جرگه واقعا جنجال داشتن، جنگ داشتن، دعوا داشتن و ما و شما دیدیم. اون خواهر ما که فرزند بارکزی آمده، سیمین بارکزی امیر، ما و شما دیدیم به بدترین حالت مقاومت کرد و سرانجام آمدن به اصلاح حکومت مداخله کرد. خیمه از دوره با شیوه بدترین غیر انسانی واقعا جمع کردن توسط نیروهای حکومتی. روی از این جهت است که اگر مسئولین محترم کمیسیون انتخابات واقعا استقلالیت خود حفظ بکن مطابق با آنمو جدول و چارچوبی که قانون اساسی و قانون انتخابات به اینا داد، مسلمه که باز نیروهای ملی بسیج میشه، وقت اونا میتونن در تامین امنیت حضور مردم، وقتی که گسترده شد تمام عوامل ضد به اصطلاح امنیت میترسه، از حضور مردم میترسه، اونا ناامید میشه و میفهمه که ما چی تخریب بکنیم چی تخریب نکنیم زور ما نمیرسه و ملت آمادگی گرفت، همونطوری که جناب آقای دانش اشاره کردن، میر به پای صندوق های رای. ولی زمین سازی اینمی اعتماد کنان این کاملا به ما حرکت به چگونگی و کیفیت کاری اعضای محترم کمیسیون انتخابات ضرورت دارد. در طول برنامه آقای ناصری روی از این بحث داشتیم که تامین امنیت میتونه مؤلفه ای باشه برای برگزاری یک انتخابات شفاف. به عنوان سوال آخر میخوام به نقطه مقابل بحث بپردازم. آیا برگزاری یک انتخابات شفاف میتونه به عنوان مؤلفه برای تامین امنیت افغانستان برای سالهای بعد از انتخابات مطرح باشه؟ بدون تردید من قبلا خدمت شما توضیح دادم، گفتم اگر خدای نخواهد در دو صورت، در هر یکی از دو صورت دو تا آپشن خطرناک اند وجود داره که خدا کنه تحقق پیدا نکنه. یک، انتخابات برگزار شود زیر نظر حکومت و تیم حاکمی که فعلا در افغانستان حکومت میکنه و مسلمه و تیم کسایی را داره که از او حمایت میکنه و حمایتایش هم آشکار است و مداخله ریاست جمهوری محترم افغانستان فعلا به اصطلاح مثل آفتاب در افغانستان به اصطلاح آشکار شده و مشخص شده، چون کسی نمیتونه تکذیب بکنه. وقتی که اینا آمدن تصمیم گرفتن در روند کاری از اینا مداخله میکنه، میگه شما یک بار دیگر اسناد کسایی را که شما به عنوان دیسکوالیفای و فاقد شرایط اعلان کردین مرور بکنین. پس بنابراین خودش مداخله است، مسلمه اینه میگه. و از این گذشته و چیزی که دیگر من قبلا شنیده بودم که شاید راستم نباشه، به شکل شایع باشه خبری به عنوان سر خدا کنه که به عنوان خبری شایع باشه، و عبارت عزیز همین که دو سه روز تاخیر افتاد در روند به اصطلاح اعلان نتایج لیست ابتدایی به کاندیدان محترم احتمالی ریاست جمهوری در مرحله بعدی، و او رو میگه که به اصطلاح لیست ارگ ریاست محترم جمهوری خواسته بوده و به خاطر است بالاخره یک سری مشوره در این زمینه صورت گرفته. اگر واقعا این هم حقیقت داشته باشه، دیگر چه رقم بالاخره ما میتونیم مطمئن باشیم که واقعا یک انتخابات شفاف عادلانه و همینطوری که مطابق بالاخره با چارچوب قانون، قانون اساسی و قانون انتخابات برگزار شود. از این جهت است که بالاخره جای شک و تردید وجود داره، تزلزل وجود داره، واقعا بی باوری وجود داره، به خاطر اینکه هم تجربه های گذشته و بالفعل در این روند مرحله ابتدایی روند متاسفانه حکومت داره مداخله کرده میره. اگر این رقم پیش بره خوان مسلمه، اگر انتخابات برگزار شود با جعل و تقلب نتیجهش بازم قبول نشوه، این یک، و اگر خدای نخواسته که باز بیای به تعلیق و به تاخیر بندازن که اون یک تعداد دیگری که به اصطلاح پولای کلان را از ریاست محترم جمهوری گرفتن، هم رفتن در هرات میتینگ تشکیل دادن، هم در کابل آمدن میتینگ تشکیل دادن، متاسفانه تعدادشان هم نماینده های ولیس جرگه هم بودن، علیه قانون اساسی قدم کردن، حتی وظیفه خودم نفهمیدن که واقعا من وکیلم، نماینده مردم هستم، وکیل باید حافظ قانون باشه، چون عقوبه مقننه است. او چه حق داره که میای به اظهار نظر میکنه، میگه امنیت نیست، پس بنابراین مسئولیت افغانستان یعنی میره اجاب میکنه که انتخابات برگزار نشه. سپاس. بینندگان گرامی، ضمن ابراز سپاس از حضور مهمانان برنامه، آقایان غلام حسین ناصری عضو مجلس نمایندگان و نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت امور داخله در استیدیوی برنامه آخر خط، از حضور شما عزیزان مرخص می شوم و شما را به خداوند بزرگ می سپارم. خداوند یار و نگهدارت.